روز جمعه 28 خرداد انتخابات ریاست جمهوری و شورای شهر و روستا همزمان در سراسر ایران برگزار شد. اگرچه به باور اکثر مردم ابراهیم رئیسی به عنوان کاندیدای منتخب خامنی ای از قبل به این مقام منصوب شده بود. اما حکومت تلاش کرد نمایشی به نام انتخابات را در این روز برگزار کند. اما از همان نخستین ساعات آغاز رهگیری مشخص شد که مردم در خانه هایشان ماندند و کسی برای رأی دادن به بیرون نیامده است. صدها گزارش تصویری و صوتی از سراسر کشور در روز جمعه حاکی از آن بود که تحریم انتخابات به طور بی ای خود را بر حکومت تحمیل کرده است. به رغم تبلیغات پوشالی و تلاش های مستمر برای تمدید زمان، اما مشخص بود که دست رد مردم بر سینه حاکمان بسیار سنگین است. وزارت کشور روحانی در ابتدای روز شنبه اعلام کرد که هنوز آماری از میزان مشارکت نداریم. اما به گمانم از انتخابات مجلس در سال 98 بهتر باشد. به رقم خلوت بودن همه حوزه ها حکومت برای اینکه دست بازی برای رعی و رعی داشته باشد به طور بی سابقی تا دو بامداد روز شنبه انتخابات را تمدید کرد. ستاد انتخابات وزارت کشور در ساعات بامداد شنبه اعلام کرد که رهگیری بعد از تمدید تا ساعت دو صبح شنبه 29 خرداد ماه به پایان رسیده است. به گزارش رسانه های خارجی و بین انتخابات روز جمعه در ایران سوت و کور بود و میزان مشارکت مردم به طور بی ای کاهش یافته بود این انتخابات در حالی برگزار شد که طیف وسیعی از فعالان سیاسی و مدنی خانواده های دادخواه کشته شدگان در اعتراضات خانواده های زندانیان سیاسی که اعدام شده یا حین بازداشت کشته شدند در پیام های ویدیویی آن را تحریم کرده بودند طیف وسیعی از گروهها و فعالان مدنی و سیاسی نیز اعلام کردند که در انتخابات تحقیرآمیز و مهندسی شده شرکت نمی کند. منتظری دادستان کل کشور شامگاه جمعه در جریان بازدید از ستاد انتخابات وزارت کشور به طور زمنی به تأثیر کمپین تحریم و در نتیجه برگزاری انتخابات سرد اشاره کرد. گفته می شود تا ساعت پایانی رهگیری پیامک هایی از سوی خامنه ای برای بسیاری از تلفن‌های همراه ارسال می‌شد. وی مردم را به شرکت در انتخابات فرا می‌خواند. خبرهای زیادی از اجباری کردن رأی در پادگان‌ها و زندان‌ها شنیده شد. در برخی شهرها گزارش‌هایی از خرید و فروش رأی و جابجایی رأی دهندگان به نقاط دیگر برای رأی دادن منتشر شده است. پیامک ها و تهدیداتی نیز نصیب روزنامه نگاران و فعالان شبکه های اجتماعی شد که آنان را به شرکت در انتخابات و یا حداقل سکوت فرا میخواند گزارش ها و تصاویر تکمیلی از شعه ها و شهرستان ها ابعاد جدید و حیرت انگیزی از تحریم توسط مردم را نشان می دهد. تصاویر ارسالی از برخی حوزه ها بیکار نشستان متصدیان رأیگیری را نشان می و در برخی حوزه ها تصاویر برداشته شده از خود صندوقها حاکی از خالی بودن آنهاست جنبش تحریم در خارج از کشور نیز به حرکتی بزرگ دست زد ایرانیان و هموطنان در تبعید از ابتدای ساعت رأیگیری با در دست داشتن پرچم ایران و تصاویر شهیدان قیام در جلوی حوزه های رأیگیری در خارج از کشور حاضر بودند آنان با شعار علیه خامنه ای و حکومت استبدادیش خواهان برچیده شدن صندوق های نامشروع انتخاباتی در این کشورها شدند. آنان تکوتوب مزدوران و, و طرفداران حکومت را که برای رأی دادن مراجعه می کردند مایه شرمساری توصیف کردند. جو تحریم در خارج از کشور چنان سنگین بود که به ندرت مزدوران جرأت می کردند برای خوشرخصی در مقابل ولایت فقیه برای رأی دادن بروند. همانطور که از قبل مشخص بود همتی و قاضیزاده به ابراهیم رئیسی جلاد تبریک گفتند به این ترتیب از صندوق مارگیری خامنه ای همان کسی بیرون آمد که خامنه ای میخواست در آخرین لحظات تهیه گزارش وزارت کشور نتایج اولیه انتخابات را به این ترتیب اعلام کرد میزان مشارکت 28 میلیون که رئیسی را با 17 میلیون به عنوان برنده نشان میدهد برای مردم واضح است که این آمار چند برابر شده در اتاقهای تجمیع آراست. به گزارش اپوزیسیون میزان مشارکت در انتخابات حد اکثر ده درصد بوده است و تصاویر و گزارش های منتشر شده در فضای مجازی همین واقعیت را اثبات می کند. در حال پیروزی واقعی صحنه نبرد روز 28 خورداد 1400 مردم بودند. جنبش تحریم انتخابات با قدرت پیروزی خود را بر استبداد ولایت فقی تحمیل کرد. چطوری آب و صابون بیاوریم روی کاسب ها را بشوییم؟ کاسب های سیاسی آخرین ضربه را به پیکر جامعه و مردم خواهان اصلاحات در رعی 1400 وارد کردند. این جماعت منفعت طلب که سالها چشم بر خواسته های حقیقی ملت بسته و با زد و بند به دنبال لفت و لیست بودند این بار با معرفی گزینه ای منفور و ناکارآمد مثل ناصر همتی که همدست روحانی و دولتش در به وجود آمدن فلاکت اقتصادی بود میخواخر را بر تابوت خود در عالم سیاست کوبیدند حال که با این همه شعاف و ادعا میزان رأی آنها حدود نصف آرای باطل نیز نبود باید بگویند چگونه آب و صابون بیاریم و رویشان را بشوییم تا این سیاهی که زمستان دموکراسی بر چهره ها باقی گذاشته است پاک شود عاقبت نامبارک روحانی خاتمی و کروبی و سایر افرادی که در به وجود آمدن وضع موجود مقصر هستند باید برای سایر بازیچه های سیاسی عبرت شود که بدون مردم با همه ژستهای های پوششان پشیز نیز ارزش ندارند. نمایش مهندسی کردن انتخابات در طول عمر رژیم قاسب این بار هم تفاوتی با گذشته نداشت. منصوب پست ریاست جمهوری نیازمند یک رأی بوده که آن هم از آستین رهبر رژیم بیرون آمده است. اما تفاوت این رعی گیری با گذشته برای من اتحاد و همبستگی هم میهنانم بود در تحریم و گفتن نه بزرگ به رژیم استبدادی حاکم بر میهنمان. هم میهنانم آنچه به نمایش گذاشتید اراده و قدرت ملت است که در طول تاریخ چراغ راه آزادی و سربلندی همه ملت های آزاد جهان بوده است. آزادی شما هم نزدیک است. رضا پهلوی نه به جمهوری اسلامی تکسیب شرکت در نمایش انتخابات توسط فائزه هاشمی و یک رسوایی دیگر برای دستگاه پروپاکاندای رژیم در همشکسته خامنه ای. فائزه هاشمی فعال سیاسی گزارش ها درباره شرکتش در انتخابات ریاست جمهوری و دادن رأی به عبدالناصر همتی را تکذیب کرد و گفت از این بی اخلاقی در انتشار این خبر کاملا دروغ از طریق دوستان در صفحه 29 خرداد مطلع و شکه شدم دوستان شنونده به پایان این بخش خبری رسیدیم تا بخش بعدی خدا نگهدار